در حمله به یک نفتکش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی در سواحل عمان دو نفر از خدمه این کشتی کشته شدند. وزیر خارجه اسرائیل ایران را در دست داشتن در این حمله متهم کرده و از جامعه جهانی خواستار مقابله با آنچه وی صادرکننده تروریسم عنوان کرد شده است. گزارشی از فرهاد پولادی اسرائیل بر اقدامات بینالمللی علیه ایران به دلیل حمله مرگبار به کشتی تحت مدیریت شرکت اسرائیلی فشار میآورد و تهران را پس از حمله احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان صادرکننده تروریست نامیده است یا ایرلاپید وزیر خارجه اسرائیل در دو توییت پیاپی نوشت من از سفارتخانههایمان در واشنگتن لندن و سازمان ملل خواستم که گفتگو با مقامات کشورهای میزبان و نهادهای مربوطه در سازمان ملل درباره این حادثه را آغاز کند او ادامه داد ایران صرفا مشکل اسرائیل نیست بلکه صادر کننده تروریسم نابودی و بیثباتی است که به همه ما آسیب میرساند آقای لاپید همچنین افسود در گفتگو با دامینیک راب همتای بریتانیایی بر ضرورت پاسخ قاطع به حمله ای که جان یک شهروند بریتانیایی را گرفته است تاکید کرده است در همین زمینه دیروز جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری تلفنی گفت ما از گزارشاتی که دریافت کردیم عمیقا نگران و وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم ما فورا با شرکای خود شرکای بینالمللی خود در حال رایزنی هستیم تا به حقایق دست بیابیم مقامات در ناوگان پنجم آمریکا و همچنین ستاد مرکزی فرماندهی سنتکام به خبرگزاریها گفتند که این نیروها در حال کمک رسانی به این تانکر هستند و بررسی اولی از حمله پهپادها به این کشتی حکایت می کند. میان ایران و اسرائیل در ماه اخیر و همزمان با توقف مذاکرات هسته بیان و روی کار آمدن دولت جدید در اورشلیم بالا گرفته است. در ماه های گذشته کشتی های مرتبط با اسرائیل هدف قرار گرفتند و مقامات اسرائیل تهران را مسئول این حملات معرفی کردند. در همین حال هدف قرار گرفتن برنامه هسته ایران در یک سلسله حملات نیز به اسرائیل نسبت داده شده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.